با عرض سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون سپیده استقلال آزادی، در این هفته خدمت آقای بنی‌صدر میخوایم موضوع رشد طلاق از و بررسی علم، در واقع نقد جامعه شناسانی طلاق در ایران صحبت کنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بنی‌صدر. سلام به شما شنوندگان بینندگان فارسی زبان هر جای جهان که هستن. بله، متاسفانه آقای بنی‌صدر، آماری که در ایران الان انتشار پیدا کرده در مورد رشد بی‌سابقه طلاق در ایران بسیار دهشتناکه. به هر حال یک تحولی رو نشانگره که میخوام در این صحبت این هفته در باره این نوع این تحول، حالا مثبت منفی میشه ارزشینش نگاه کرد یا نه، به هر حال دید جامعه شناسی به این مسئله برخورد کرد. من چند تا آمار برای بینندگان محترم عرض میکنم. طبق نتایج سرشماری سال 90، 7.1% افرادی که زندگی میکنن، نمیشه حالا گفت خانواده ایرانی، به هر حال تک نفرن و مستقل زندگی میکنن. بر طبق آمار وزارت ورزش و جوانان در سال 91، 2.25% دختران در خانه های مجردی در ایران زندگی میکنن، امری که قبلا بسیار کم سابقه بوده و زمان طول ازدواج بسیار کم شده، زیر 24 ساله ها خیلی سریعتر، یا میزان طلاق هایی که در عرض یک سال انجام میشه بسیار رشد کرده. زنانی که تا 50 سالگی بدون ازدواج زندگی کردن رشد در سال 90 1.5 برابر سال قبل شده. و مرکز آمار ایران میگه که جمعیت زنان بدون همسر که بر اثر طلاق مثلا جدا شدن از همسرشون 440 هزار نفره، و جمعیت زنان بدون همسر که در اثر فوت همسر 2.3 میلیون هزار نفر. اما حالا این جالبیش این است که مقایسه بکنیم با جمعیت مردان بدون همسر بر اثر طلاق 214 هزار نفره، و مردان بدون همسر بر اساس فوت زنانشون 332 هزار، یعنی 2 میلیون کمتر از زنان. به حال برخی از کارشناسان اجتماعی در ایران میگن دهه 90 رو اسمش گذاشتن دهه بحران تجدد، و نقشی که این امر در مسئله طلاق داره. و دلایل عدم ازدواج جدا از مشکلات خصوصا اقتصادی، از تورم و گرانی گرفته مسئله اشتغال و اعتیاد، یک آماری هست که خدمت بینندگان محترم من اون رو به اصطلاح میخونم. ترک زندگی 7.6%، اعتیاد یک از زوجین 6.5%، 9% محکومیت و حبس یکی از زوجین، 3.1% ضرب و شتم، 3% بیماری سرب العلاج یکی از زوجین، 15.3% محقق نشدن یکی از شروط هنگام عقد، و 4% استکناف زوج از پرداخت نفقه، 1.2% ازدواج مجدد زوج، 7% اختلالات جنسی، 4% استنکاف زوج از پرداخت نفقه، این خوندم مثل که 4.1% فقر مالی، 9% ارتباطات نامشروع، 15.5% به صلاح دخالت خانواده ها. و به صلاح اینا را آمار بود که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده. و به هر حال ایران از نقطه نظر رشد طلاق در جهان رتبه 4 رو داره. خواستم محبت کنید و مسئله این علل رشد طلاق رو از دید جامعه شناسی بررسیش بکنم. هرش کنم به شما، این در مجموع در ایران و خارج کشور حدود 30 عامل شمردن برای طلاق. اما در تحقیق خود من انجام دادم بین 65 تا 70 عامل وجود داره. بعضی در جامعه ما خصوصا بعضی از این عوامل نو هستن، جدیدن، بیشتر به این شکل نبوده، مثل همین قضیه مدرنیته، تجدد و اثرش بر ازدواج و طلاق در ایران.
حالا ما بخوایم این مسئله رو مثلا باز کنیم و بشناسیم، این در واقع سه تا بحث میشه. یکی بحث مدرنیته است، به چیست؟ چه اثری داره بر ازدواج و طلاق؟ یکی بحث فقره هاست، همین دلایلی که شما شمردید که خیلی گسترده تر از این هاست. یعنی چهار بعد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی. یکی هم مسئله اعتزاز جنسی است که بعد در تابوه، در خصوصا جامعه های مثل جامعه ما بر زبان نمیاد. حالا اینجا جزء چیزهایی یکیش هست که اختلالات جنسی، اما سیری جنسی از یک دیگر، بیتفاوتی جنسی، نمیدونم مازوخیست، اینا هیچ کدوم بر زبان نمیاد. حالی که سادیست اینا بر زبان نمیاد، حالی که در واقع وجود داره. خب با اونا میشه یه بس، حداقل سه تا بس میخواد. بس اجازه بفرماد در سه جلسه در خدمت شما، چون مسئله بحرانی است به اصطلاح، مسئله حادی است در جامعه، در همین سه بخش رو در سه دو بخش مصاحبه. امیدواریم که بتوانیم در سه تا بحث، که بسیار کار مشکلی هم هست، چون سه تا نیم ساعت، در سه تا نیم ساعت نمیشه مسئله به این مهمی رو شکاف، با این ها سعی میکنیم. حالا اول شروع کنیم با به این که این مدرنیته چیست و اثرش بر ازدواج و طلاق کدوم. درکی که از مدرنیته در ایران هست، هم در سطح عرض کنم که اون جمهور مردم که بیشتر به ظاهر اونچی که در غرب وجود داره می نگرن و همانندی با اون ظاهر رو مدرنیته می دانن، حتی در نزد اونهایی که باید بدانن مدرنیته چیست، نه نمی دانن مدرنیته چیست، اغلب نمی دانن مدرنیته چیست. مدرنیته چیزی جز خودانگیختگی، به دست آوردن این خودانگیختگی طبیعی نیست. فرض اینه که در جامعه های کهن کهنه انسان از خود بیگانه میشه، به این معنا که استقلال و آزادی عقل خیش رو از دست میده. خودانگیختگی یعنی استقلال عقل در عرض کنم به شما گرفتن تصمیم و آزادی او در گزینش نوع تصمیم. و باز خودانگیختگی یعنی این که شما یه فضا دارید که برای اندیشیدن عمل کردن، این فضا استقلال شما رو تشکیل میده و یک در این فضا انتخاب ها دارید که اینم آزادی شما هست. خودانگیختگی این فضا و این انتخابه. جامعه مدرن جامعه است که این فضا رو گسترده میکنه، بنابراین انتخاب ها رو هم بیشتر میکنه و این انسانه که میشه مبتکر، اوست که خلق میکنه، اوست که ایجاد میکنه، اوست که بنابراین انتخاب میکنه. از این نقطه نظر که تا قبل از اون بنیادهای اجتماعی همه گرفتار بند قدرت بودن، خود انسان هم همینطور بوده، خود انسان یعنی در طول فکر داشته که اون رو اسیر ایجابات قدرت میکرده، این به حقوق خودش عارف نبوده و نتیجه این که اطاعت میکرده از اوامر و نواهی بنیادهای اجتماعی که اونا هم قدرت مدار بودن. یعنی در واقع سیر شکلی مدرنیته از نقطه نظر تاریخی در غرب هم به علت این است که انسان میخواسته خودش رها کنه از همین بنیادهای قدرت. حالا هم میخواسته از اون رها کنه، خود همین بنیادها هم در مثلا نو شدن و تغییر میکردن. خب بنیادهای دینی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تعلیم و تربیتی، اجتماعی. خب مدرنیته باز گفتیم همون خودانگیختگی، به علاوه چی؟ عرفان آدمی به این که موجودی حقوق مداره، حقوق منده و نتیجه این که
توقع بکنه به اینکه حقوقش محترم شمرده بشود. حالا در ایران جزء از یکی از عوامل طلاق شده اینکه حقوق رعایت نشده، اون چیزی که در شرط رعایت نشده. این امیدواریم که این معرفت به حقوق، حقوق انسان، ذاتی انسان، این گسترش پیدا کنه، همگانی بشه، وجدان همگانی بشود، انسان ها از زندگیشون عمل به حقوق بکنن. ولی مدرنیته این معرفت به حقوق و به کار بردن این حقوق در زندگی. خب هنوز مدرنیته شهروند شدن است. یعنی چه؟ یعنی که قبل در دو جامعه کهنه انسان شهروند نیست، برای اینکه اداره او دست خودش نیست. یا دو در شرکت نداره در اداره جامعه خودش، اطاعت میکنه از قدرتی که او رو رهبری میکنه. ولایت مطلقه شاه حالا در کشور ما شده فرعی و دولت، در واقع دولت های استبدادی. حالا شده شهروند، یعنی علاوه بر حقوق انسان، حقوق اجتماعی داره، حقوق اقتصادی داره، حقوق سیاسی داره، حقوق فرهنگی هم داره. شده شهروند. پس به میزانی که در جامعه این شرکت میکنه در مدیریت اون جامعه، اون جامعه چیه؟ مدرن. این مدرنیته ایناست. خب حالا بیایم یه ازدواج رو از این دیدگاه مطالعه کنیم، ببینیم که کدوم ازدواج آرمانیه، کمال مطلوبه، کدوم ازدواج نقطه مقابلشه. ازدواج ها که دو جامعه ها رخ میده، حالا ما در جامعه ایرانی داریم صحبت میکنیم، اگر مبناش علاقه دو طرف به هم بود، حق دوست داشتن، به کار افتادن استعداد دوست داشتن و اینکه توافق فرضها که زن و مرد دارن، این شد رابطه، هم رابطه حق با حق شد. حالا توافق سر اندیشه راهنما، این ضرورت نداره، برای اینکه فرض اینه که ما حق اختلاف هم یکی از حقوق انسان است. اما همکاری رو میسر میکنه اندیشه های راهنمایی که دارن و میتوانن در همکاری با هم مرتب از اختلاف گذر کنن به اشتراک و توحید. این میشه فرض ما باشه که این خانواده آرمانیه، کمال مطلوبه. خب حالا اگر یه خانواده بود که نه، تنظیم رابطه با قدرت به وجودش آورده بود، صحبت حق و حقوق و عرض کنم که این خودانگیختگی انسانو اینا، نه اونجا دو تا خانواده است، مصلحت خودشون رو در این دیدن که ازدواج انجام بگیره، مثلا برای اینکه اینا موقعیت اقتصادی خودشون رو بهتر کنن، موقعیت سیاسی خودشون رو بهتر کنن، موقعیت اجتماعی خودشون رو بهتر کنن و در یک وضعیت به اصطلاح فرهنگی که خودشون خوب میدونن این ادامه پیدا کنه. یک تنظیم رابطه با قدرت که جنبه مالی داره، جنبه عرض کنم که سیاسی، اجتماعی، فرهنگ، اقتصادی داره، مسئله ادامه نسل هست، مسئله تربیت فرزند و اینا هم هست، اینا هم همه بودش که اینا اگر قدرت محور شد یه جور میشه، نشد یه جور شد. یعنی در ابتدای زندگی چه خانواده ها نقش داشته باشن، چه فردن همسر کسی رو بپسنده بخواد ازدواج کنه، در واقع اون آرمان رو به اون معنا که خودانگیختگی اصلش باشه در این انتخاب نیست، بلکه تثبیت موقعیت اجتماعی به دست آوردن یک موقعیتی مثلا تنظیم رابطه با قدرت داره که مثلا مخاطب فرض کنه ارتقاء منزلت سیاسی پیدا کنه، مقامی پیدا کنه، ارتقاء منزلت اجتماعی پیدا کنه، خانواده رو گرفتن یا پولدار بشه،
اینا. خب حالا این خانواده نقطه مقابل اون خانواده میشود. هر کدوم از این جنبه های کسری بیاره، این در معرض طلاق قرار میگیره راحت. اگر فرض کنیم که دوتایی در عمل معلوم شد که نه موقعیت سیاسی حاصل نمیشه از این را، دلیل ازدواج از بین رفته، اگر فرض کنیم که از جهت مالی هم توقع برآورده نمیشود، مثلا خانواده فرض کنیم همسر حاضر نیست که به صرفی که طرف داماد مثلا سر خانه رو بپذیر، میگه برو خانه بگیر، اونم که نداره بگیره. و اینکه چون اون علاقه نیست و خودانگیختگی نیست، التزاز جنسی هم در حد اقله. خب این در معرض تولباد حوادث دیگه، طلاق سرشاخشه، هر آن ممکنه. حالا بر این اضافه می شود عامل جدیدی، که این عامل جدید در جامعه های کهنه مثلا پیشین سنتی به این قوت نبوده، نه اینکه نبوده اما به این قوت نبوده. اون عامل اینه که بخش مهمی از این وظایف خانواده رو ازش گرفته شده، این دولت گرفته. حالا یکی ببینیم. سابق در جامعه سنتی مرد متکفل خرج خونه بوده، در جامعه مدرن اشتراک، زن هم میره کار میکنه به اشتراک زندگی رو تأمین میکنه، یا لاقل زن احتیاج مالی به مرد ندارد، بس اون وظیفه یا فونکسیون دیگه ضعیف شده در جامعه های مدرن، خصوصا در خانواده های مدرن. یک نقش تربیتی فرزند رو این آموزش پرورش گرفته، ازش گرفته. عرض کنم که نقش التزاز جنسی رو ثابت در جامعه سنتی، بیرون از رابطه زناشویی رابطه جنسی برقرار کردن کار خیلی شاقی بود، فوق العاده بد بود، درزش بود، طرف مثلا نشاندار می شد، هرزگی خیلی عمل ناپسندی بود. حالا نه، آسان شده رابطه التزاز جنسی در بیرون خانواده. حالا اگر در خود خانواده هم التزاز جنسی کامل نباشه، این خیلی راحت در بیرون خانواده التزاز جنسی میشه، بس اون نقش را هم خانواده داره از دست میده، یا در خانواده های مدرن بهتر بگیم از دست داده. خب میاد به این که نقش سیاسی اقتصادی چی کنیم، نقش سیاسی خانواده که موقعیت ایجاب بکنه یا نکنه در جامعه هایی که هنوز اون رابطه مثلا ازدواج موقعیت سیاسی آدم رو تعیین میکنه، اونا اون نگاش میداره. حالا با میرن هزار تا ملق هم میزنن در بیرون، صفر همین قرب که میبینید دیگه، طرف همسر مثلا وکیل مجلس، وزیر یا رئیس جمهوره، میدونم که آقای شوهر در بیرون هم مترس داره، هم بازی داره، خود این طرف هم همین کار میکنه. یعنی در بیرون خانه اینا به اصطلاح روابط خانوادگی رو دارن. از لحاظ سیاسی چون به هم نیاز دارن، عرض کنم که با هم میمونن. ولی نقش مثبتی نیست که قدرت، نه من داریم میگم، نمیگم ما مثبته، داریم میگم که اما اگه در یه جامعه های این نقش از دست داد میشه طلا. بله، یعنی سریع‌تر مثلا همین در خورد فرانسه نگاه کنید، آقای هولند اینا حالا چپ چون تشریف داره، مثلا ازدواج رسمی نداشته ولی با اون خانم که داشته همسر بودن. خب تا این مدت این فانکشن سیاسی، وظیفه سیاسی نتونسته بازی کنه، این همسر موقعیتی رو برای اون شوهر
ایجاد بکنه یا وابسته این به این باشه از نظر سیاسی که مثلا در جامعه روی موقعیتی بده، نه این نقش نداشته، شده طلا. در آقا شب با موتور رفته خونه اون همبازی دیگری، صبح که این عکس و تفصیلات منتشر شده، جدایی شده. خب در حالی که رئیس جمهورهای قبلی همسرهاش رو نگه داشت، همسرها هم با اونا باقی موندن، چون اونا این ما خانواده این یک امتیاز سیاسی به شما بوده. خب اینا ما توجه شد که به این در حالا که اگر اون مدرنیته جامعه الگو بود، اون این به اصطلاح حالا یک عامل دیگه که در جامعه های غربی خیلی به رواجه، اون این که خانواده ادامه نسل بوده که نسل ادامه پیدا کنه. حالا که چون فرزند خارج خانواده هم خب فرزند به حساب میاد، سابق این حرامزاده به حساب میامد و کسی نمیپذیرفت به این که در بیرون زناشویی صاحب فرزند بشه، اگرم میشد پنهان میکرد. حالا نه، آشکاره، آشکاره، ولی تا مدت‌های زیادی فاقد حقوق بود، در خود آدم فاقد حقوق بود، یعنی نه ارث می‌برد، نه خیر، حالا هست. فشار باعث شد که فشار زنان به خصوص باعث شد که این حقوق رو حالا هست، حالا می‌دونیم که هست، میگیم داره میگیم اینجوره دیگه، اینجور. هنوز در جامعه ایرانی اینجور نیست، ولی این وظیفه را هم خانواده دست داده. حالا اگر اون خانواده که گفتیم الگو، او نه، او میتواند، چون خواهیم دید و در بحث مربوط به منهای جنسی و اثرش بر خانواده اونجا خواهیم دید که خود خانواده مهمترین نقشش، چون یک محیط امنیست، یک اصطلاح زمان و مکان پایداریست، فرض اینه، چون اینطوره یک حالت اطمینان ایجاد میکنه که در این حالت اطمینان التزاز کامله، زندگی آسانه. ها این سر اون در خانواده که اون الگو این التزاز چون کامله، اون خود فرزند که نتیجه علاقه است، نتیجه همکاری است، نتیجه ساختن یک زندگی است، خودش بخش مهم از این زندگی است، هم جزء وظایف خانواده باقی میمونه. مدرسه دستیار میشود نه جانشین. اون مسئله مالی هم به همون ترتیب که گفته شد در همکاری حل میشه، این خانواده همه وظایفش رو نگه میداره، وظایف جدید هم پیدا میکنه که رشد است. در جامعه سنتی این نقش رو نداشته، چون خانواده میفته تو همون نظام اجتماعی موجود و میشه مثل او، همون میشه که بود. حالی که در جامعه مدرن نه، این چیز دیگری خواهد شد، تحول میکنه به یه چیز دیگه، رشد در رشد نقش پیدا میکنه. در جامعه های غربی تک نفری اندیویدو فرد روش میکنه، ترقی میکنه و برداده. خانواده جز در اون در بحث دوم جا داره که بگیم این بودهای سیاسی و اجتماعیش اینا چگونه اثر داره، ولی به طور اگر اون در جامعه الگو، این روش فردی نیست، جمعیه. محیط خانواده محیطیست که در با آرمانی داره و این آرمان از راه روش متحقق میکنه. خب عرض کنم به شما، حالا هرگاه اون خانواده الگو رو بخواییم مقایسه کنیم با این خانواده‌ای که تنظیم رابطه با قدرت بود و دیدیم وظایفش رو، میبینیم که در اون خانواده الگو برای اینکه اون بتوانه این برجا بمونه و ادامه پیدا کنه و روش کنه و بسازه، به صلاح خانواده تشکیل خانواده ساختن هست دیگه. من تعجب میکنم این
یه عمر یه چیزی رو میسازن بعدم راحت با یه لگد میزنن خراب میکنن میره بیکارش. چون تو ذهن اونها این رابطه تنظیم بار قدرتی نمیاد که چیزی را ساختن، تو ذهنشون هم نیست. حالا که این اندیشه راهنما تمام اهمیتش رو پیدا میکنه در تجدد به معنای که توضیح دادی، خودانگیختگی و معرفت و دانش. حالا در غرب این خودانگیختگی چون خود خردگرایی بوده دیده، عقل رفته زیر سوال، شده دوره پست مدرن. چرا رفته زیر سوال؟ برای اینکه آمدن دیدن که خب این حقیقه میگیم عقل، عقل وردیم کردیم خدا، خدا رو از خدایی انداختیم عقل رو گذاشتیم جاش، قصه ها بود. خب این بر چه مدار عمل میکنه؟ بر چه محور عمل میکنه؟ این نیچه طرح کرده، فیلسوف آلمانی. قبل از اون هم دیگران کرده دارم، ولی این مثلا میگم پدر پست مدرن هاست، به لحاظی که آمده گفته آقا این عقل اول ببینیم اگر این محورش قدرت هست، خب این خود بنده قدرت دیگه، چرا هی میگه عقل؟ بگو ما خدا رو برداشتیم قدرت گذاشتیم جاش، عقل هم کردیم بندهش. همونطور مزید آقا مزید، این خیلی به نظر من مثلا مدرنی چون مقایسه میکنید بین مدرنیته در ایران و غرب، این که این معنای تعریفی کردید به معنای سیر تاریخیش هم خودانگیختگی و حقوقمند شدن انسان به مثلا خودانگیختگی هایی که فضا رو باز کنه برای که حقوقش رو بتونه بهش برسه و به عمل در بیاره، در خود سیر تاریخی مدرنیته در غرب هم همش انجام که نشده، هیچی بچه از ضایعات هم به بار آورده که الان پست مدرنیسم در واقع میخواد جبران اون کنه. ولی چرا در ایران ما همیشه اون ضررها مثلا اون رفتارهایی که مثلا ضایعه به بار آورده به عنوان مبنای اصلا ارزش تلقی میشه، حتی از طریق برخی از روشنفکرها اینو یا این نقدها رو به مدرنیته غرب نمی کنن که این مدرنیته حاصل فردگرایی در غرب اینو اینم شد مثلا این ضایعات هم به بار آورد. بله، عرض کنم به شما مدرنیته گیر مال غربش این بود که نتونست خودش از بند قدرت رها کنه. گفتم پست مدر نتونست انتقاد تا آخر بره، یک بیانه که بیان استقلال آزادی باشه به عنوان اندیشه راهنما نتونست عرضه کنه. نتیجه اون تنظیم رابطه با قدرت سر جاش مون، حق رو به قدرت تعریف میکنه، آزادی رو به قدرت تعریف میکنه. مشکلش اینه غرب به لحاظ موقعیت مسلطی هم که در دنیا پیدا کرده، این مثلا چنون اصالتی داده به قدرت که نمیتونه خودش ازش خلاص کنه. نتیجه میگوین مدرنیته مرد، در زادگاهش مرد. پست مدر یعنی این که توی مدرنیته مرد. حالا آقای هاورباس میگه نه نمرد، مدرنیته نبرد با انتقاد و اینا که عقل ارتباطی رو پیش میکشه و اینا، که بلکه این به تمام ادامه حیات بده مدرنیته. خب حالا پس این مهم، اگر میخواست مدرنیته موفق بشود میباید میتوانست به جای این ایدئولوژی هایی که بیان های قدرت بودن یه بیان استقلال آزادی عرضه میکرد. این کسرش بوده. در ایران ما کوشیدیم که این کسر رو جبران کنیم با پیشنهاد نقد دین، دین به که از خود بیگانه شده بود در بیان قدرت، برای بازیافتن بیان دین به مثابه بیان استقلال و آزادی و حقوق من شده که در همون حقوق در واقع چیز اون. دو این که در غرب ویرانی باز ساختن، این طرز فکر غربی اینه که اینا اصلا جدای ناپذیره، چنانی که میگه برای اینکه من رشد اقتصادی بکنم خب طبیعی است که باید طبیعت تخریب میشه، اینه همراه میدونه. متاسفانه این میره به جامعه های زیر سلطه، چون در جامعه های زیر سلطه به لحاظ اینکه زیر سلطه هستن توانایی به کار بردن ارزش ها دست آورد ها و خودانگیختگی رو نداره. اون ضد ارزش ها رو چرا؟ اون راحت به کار میره برای اینکه تطبیق پیدا میکنه با سلطه گرد، خاطرم ویرانی بر ویرانی افزوده میشود. این مسئله مهمیه که اگر این خانواده این تو ذهنش باشه، خانواده قوی همینه که ساختن با ویرانی همراهه، این در معرض طلاق قرار میگیره، جدایی قرار میگیره.
برای اینکه کافیست که اون ساختم کم بشه، ویرانی زیاد بشه، میشه طلاق. و بالاخره عرض کنم که این زبان که در خانواده در اون خانواده الگو، زبان آزادی است، یعنی خشونت توش نیست، کلمه تحقیرآمیز توش نیست، کلمه ای که زور بار زور داره نیست، جمله ای که بار زور داره نیست در اون جامعه الگو. اما وقتی در رابطه تنظیم رابطه با قدرت، و همش همینه، تنظیم رابطه با قدرت، رابطه قواست دیگه، زن میخواد که موقعیت متفرق پیدا کنه، زبان زور به کار میبره، مرد میخواد که همین کار بکنه، زبان زور به کار میکنه و عوارض داره. عوارض چیه؟ سرانجام طلاق. خب این خیلی کوتاه در باب اثر مدرنیته و زندگی زناشویی و اینکه چرا این بدفهمیدن مدرنیته سبب شده که طلاق بر ازدواج پیشی گرفته در کشور بیچاره ما. امیدواریم در گفتگوی بعدی به بخش فرق‌ها، انواع اقسام فرق‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بپردازیم.